افسانه های خیام، تهیه شده در بنیاد آینه. نویسنده صادق هدایت. قسمت پنجم. خیام اگرچه سر و کار با ریاضیات و نجوم داشته، ولی این پیشه خشک مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعری او نشده و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات می‌گذرانیده. اگرچه ما بین منجمین مانند خواجه نصیر طوسی و غیره شاعر دیده شده و اشعاری به آنها منسوب است، ولی گفته های آنها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد. آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق و یا مسائل اجتماعی رباعی گفتند، یعنی همان گفته های دیگران را تکرار کرده اند و ذوق شاعری در اشعار و قیافه پردازی آنها تقریباً وجود ندارد. شب مهتاب، ویرانه، مرغ حق، قبرستان، هوای نمناک بهاری در خیام خیلی مؤثر بوده. ولی به نظر می آید که شکوه و تراوت بهار، رنگ و بوی گل، چمنزار، جویبار، نسیم ملایم و طبیعت افسونگر با آهنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه های پرحرارت آنها که فصل بهار و نوروز را تکمیل می کرده در روح خیام تأثیر فوق‌العاده داشته. خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی که در نزد شعرای دیگر کمیاب است، طبیعت را حس می کرده و با یک دنیا استادی وصف آن را می کند. روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، یا بنگر ز سبا دامن گل چاک شده، یا ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست، یا چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، یا مهتاب به نور دامن شب بشکافت. خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با چند کلمه محیط و وضع را مجسم و محسوس می کند. آن هم در زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یک نوع لغتبازی و اظهار فضل و تملق‌گویی خشک و بی‌معنی شده بوده و شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشته اند برای یک برگ و یا یک قطره ژاله به قدری اغراق می گفته اند که انسان را از طبیعت بیزار می کرده اند. این سادگی زبان خیام بر بزرگی مقام او می افزاید. نه تنها خیام به الفاظ ساده اکتفا کرده، بلکه در ترانه های خود استادی های دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نزد هیچ یک از شعرای ایران دیده نمی شود. او با کنایه و تمسخر لغات قلمبه آخوندی را گرفته و به خودشان پس داده. مثلا در این رباعی: گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. اول نقل قول کرده و اصطلاحات آخوندی را در وصف جنت به زبان خودشان شرح داده، بعد جواب می دهد: گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد بود. در این رباعی القاب ادبا و فضلا را به اصطلاح خودشان می گوید: آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. به زبان خودش القاب و ادعای آنها را خراب می کند. ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند.
در جای دیگر لفظ پرده صوفیان را می آورد و بعد به تمسخر می گوید که پشت پرده اسرار عدم است. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. گاهی با لغات بازی می کند، ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدیع فرق دارد. مثلا لغاتی که دو معنی را می رساند. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ تقلید آواز فاخته که در ضمن به معنی کجا رفتند هم باشد، یک شاهکار زیرکی تسلط به زبان و ذوق را می رساند. دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای، بنشست همی گفت که کوکو کوکو. در آخر بعضی رباعیات قافیه تکرار شده، شاید به نظر بعضی فقر لغت یا قافیه را برساند، مثل دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است الی آخر، و یا بنگرز جهان چه طرف بربستم هیچ. ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار هیچ جمع شده. چندین اثر فلسفی و علمی به زبان فارسی و عربی از خیام مانده، ولی آثار فلسفی و علمی او هرگز در میزان شهرتش دخالتی نداشته. خوشبختانه اخیراً یک رساله ادبی گرانبهایی از خیام به دست آمد، موسوم به نوروزنامه، که به سعی و اهتمام دوست عزیزم آقای مجتبی مینوی در تهران به چاپ رسید. این کتاب به فارسی ساده و بیمانندی نوشته شده که نشان می‌دهد اثر قلم توانای همان گوینده ترانه ها می باشد. نثر ادبی آن یکی از بهترین و سلیس‌ترین نمونه های نثر فارسی است و ساختمان جملات آن خیلی نزدیک به پهلوی می باشد و هیچ کدام از کتاب‌هایی که کم و بیش در آن دوره نوشته شده از قبیل سیاستنامه و چهار مقاله و غیره از حیث نثر و ارزش ادبی به پای نوروزنامه نمی‌رسند. نگارنده موضوع کتاب خود را یکی از رسوم ملی ایران قدیم قرار داده که رابطه مستقیم با نجوم دارد و در آن خرافات نجومی و اعتقادات عامیانه و خواص اشیاء را بر طبق نجوم و طب آمپیریک شرح می دهد. اگرچه این کتاب دستوری و به فراخور مقتضیات روز نوشته شده، ولی در خفای الفاظ آن همان موشکافی فکر، همان منطق محکم ریاضیدان، قوه تصور فوق‌العاده و کلام شیوای خیام وجود دارد و در گوشه و کنار به همان فلسفه علمی و مادی خیام که از دستش در رفته برمی‌خوریم. در این کتاب نه حرفی از عذاب آخرت است و نه از لذایذ جنت، نه یک شعر صوفی دیده می‌شود و نه از اخلاق و مذهب سخنی به میان می‌آید. موضوع یک جشن باشکوه ایران، همان ایرانی که فاخته بالای گنبد ویرانش کوکو میگوید و بهرام و کاووس و نیشابور و توسش با خاک یکسان شده، از جشن آن دوره تعریف میکند و آداب و عادات آن را میستاید. آیا میتوانیم در نسبت این کتاب به خیام شک بیاوریم؟ البته از قرائنی ممکن است، ولی بر فرض هم که از روی تصادف و یا تعمد این کتاب به خیام منسوب شده باشد، می توانیم بگوییم که نویسنده آن رابطه فکری با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوری و به مقام ادبی و ذوقی او می رسیده. به هر حال تا زمانی که یک سند مهم تاریخی به دست نیامده که همین کتاب نوروزنامه را که در دست است به نویسنده مقدم بر خیام نسبت بدهد، هیچ گونه حدس و فرضی نمیتواند نسبت آن را از خیام سلب بکند. برعکس، خیلی طبیعی است که روح سرکش و بیزار خیام آمیخته با زیبایی و ظرافت‌ها که از اعتقادات خشن زمان خودش سرخورده
در خرافات عامیانه یک سرچشمه تفریح و تنوع برای خودش پیدا بکند. سرتاسر کتاب میل ایرانی ساسانی، ذوق هنری عالی، ظرافت پرستی و حس تجمل مانوی را به یاد می آورد. نگارنده پرستش زیبایی را پیشه خودش نموده. همین زیبایی که در لغات و در آهنگ جملات او به خوبی پیداست. خیام شاعر، عالم و فیلسوف خودش را یک بار دیگر در این کتاب معرفی می کند. خیام نماینده ذوق خفه شده، روح شکنجه دیده و ترجمان ناله ها و شورش یک ایران بزرگ با شکوه و آباد قدیم است که در زیر فشار فکر زمخت سامی و استیلای عرب کم کم مسموم و ویران می شده. از مطالب فوق به دست می آید که گوینده این ترانه ها فیلسوف، منجم و شاعر بیمانندی بوده است. حال اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب بکنیم، آیا به کی آنها را نسبت خواهیم داد؟ لابد باید خیام دیگری باشد که همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد. ولی در هیچ جا به طور مشخص اسم او برده نشده و کسی او را نمی شناخته. در صورتی که بایستی در یک زمان و یک جا و به یک طرز با خیام منجم زندگی کرده باشد. پس این به غیر از خود خیام که ژنی بیمانند او به انواع گوناگون تجلی می کرده و یا شبح او کس دیگری نبوده. اصلاً آیا کس دیگری را به جز خیام سراغ داریم که بتواند این طور ترانه سرایی بکند؟ چند قطعه شعر عربی از خیام مانده است، ولی از آنجایی که هیچ یک از شعرا نتوانسته اند آن را به شعر فارسی به زبان خیام در بیاورند، از درج آن چشم پوشیدیم. بنا به خواهش دوست هنرمندم آقای درویش نقاش، این مقدمه را اجمالاً به ترانه های خیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای ایشان بشود. در این کتاب ترانه های خیام مطابق سبک و افکار فلسفی مرتب شده و رباعیاتی که به نظر مشکوک می آمده جلوی آنها یک ستاره گذاشته شده. این رباعیات بر فرض هم که از خود خیام نباشد، از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود که مستقیماً از فکر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام گرفتند. صادق هدایت، تهران، 4 مهر 1313.